امروز هم با معرفی یکی دیگر از فیلم‌های برتر سینمای جهان در سال 2021 با شما عزیزان هستیم. با من همراه باشید. من که گفتم نباید این دختر خوشگل رو به خودمون می آوردیم. آهای، کجا رفتیم؟ سیبیلو خودتی؟ چرا اومدی اینجا؟ پسر کوچولو، دنبال روح من می گردی؟ چی؟ من؟ نه همه تون رو له می کنم. ببینم این سر چه جور پرنده ایه؟ کلابک. کلابک. کلابک؟ سپرها. تونو کوتاه کنین، سالمونیه. آن هر پرنده آتشین شما رو درمان میکنه، جوونیتونو برمیگرده. آی آقا شما خودت ببین، نگاه کن ببین چقدر تازه است. پس چرا بو میده ها؟ بو میده یعنی چی؟ نمیخری نخر؟ حالا چطوره وانیا؟ پدر اینجا دارم به نیزا نگاه میکنم. تونستی تصمیم بگیری که تو مسابقات جنگجویان شرکت کنی؟ نه آقا، از کجا همچین قدرتی بیارم؟ وقتشه که دیگه بره، باید فرار کنم، اینجا جای من نیست. شمشیر جادویی بیار. نمیتونم بیشتر از این دووم بیارم. در چین، افسانه جنگجویان بی‌رقیب برای همیشه بر سر زبان‌ها بوده. این جنگجویان جزو برترین مبارزان بودند که قدرت‌های خود را از الهگان و زمین می‌گرفتند.
هر اتحادی با آنها باعث افزایش قدرت می شد و هر نبردی اونها رو قوی تر می کرد. اونا می تونستن قدرت کیهانی باور نکردنی رو در بدن خودشون داشته باشن. جنگجویان بی‌رقیب توسط الهگان انتخاب می شدن و برای اداره کردن ارتش های بزرگ و تسخیر جهان به دنیا می اومدن. شما می تونین بگین جنگجویان بی‌رقیب برگزیدگان هستند. سلاح ها سرنوشت و روحیه دارن. اونا صاحب خودشون رو انتخاب می کنن. هرچه مخالف های بیشتری بکشن، سلاح ها هم قوی تر می شن. یادتون میاد سلاح های ما از سنگ معدن خون ساخته شده؟ اونا قدرتمندتر می شن چون خون بیشتری می نوشن. اگه خون صاحب سلاح باشه چی؟ چیزی نبودم جز یه فرقی از اینکه تو اومدی از نمی که من نشان دادی نوبت منه که نجاتت بدم. سلسله جنگجویان موجود میرا جرأت میکنه نامیرا رو بکشه. تو لیاقت نداری یه انسان باشی. تو خود شیطانی. اگه میخوای دخترتو پیدا کنی این آخرین فرصتته. تانجری تو کجایی؟ پیدات بکنی. چطور جرأت کرده یه فرمان روا رو بکشه؟ امید انسانهای میرا چه بیهوده است. زنده بودنم معنا داره. یه رمان میتونه واقعیت رو تغییر بده؟ من باور دارم که میتونه. هر اهریمنی که از مرز عبور می کرد به عنوان یکی از بازماندگان امپراتور اهریمنها در نظر گرفته می شد. آنها بلافاصله دستگیر شده و در زندان مهار کننده زندانی می شدند. استاد یینگ یانگ شد.